یادبود از قربانیان مرکز آموزشی کاچ در فنلند. سرقت موترهای طالبان در پایتخت افغانستان. کرندیکر مسئول سیاست‌های خارجی آمریکا برای افغانستان معرفی شد. سلام، امروز پنجشنبه 3 اکتبر 2024 میلادی با من مهب اکبری به خبرهای روز از تلویزیون بامیان خوش آمدید. 2 سال پیش در 8 میزان سال 1401 خورشیدی ده‌ها دانش آموز جوان و نوجوان در مرکز آموزشی کاج مورد حمله انتحاری قرار گرفتند و کشته و زخمی شدند. امسال عده‌ای از فعالان اجتماعی اهل افغانستان در کشورهای دیگر یاد قربانیان آن رویداد خونین را گرامی داشتند. خانه فرهنگ هزاره‌ها در کشور فنلند نیز به این مناسبت برنامه‌ای برگزار کرد. لطیف فیاض رئیس خانه فرهنگ هزاره‌ها در فنلند در سخنرانی خود گفت که مرکز آموزشی کاچ تنها به این دلیل هدف قرار نگرفت که مکان برای آموزش بود، بلکه بیشتر به این دلیل بود که دانش آموزانی که در آن آزمایشی کنکور شرکت می‌کردند از جامعه هزاره بودند. او علاوه کرد که در طول سال‌ها مردم هزاره آماج اصلی حمله‌های توریستی بودند و نه تنها مکاتب و مراکز آموزشی که اماکن مذهبی، باشگاه‌های ورزشی، تظاهرات مصالحت آمیز، وسایل حمل و نقل عمومی، تالارهای عروسی و حتی زایشگاه‌های هزاره ها نیز هدف قرار گرفتند. لطیف فیاض از تیرباران شدن 14 مسافر هزاره در ولایت دایرکندی در ماه گذشته به عنوان تازه ترین مورد حمله توریستی بر این مردم یاد کرد. فرانک یوهانسون رئیس سازمان عفو بین الملل فنلند گفت که طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در افغانستان اقدامات اندکی برای حفاظت از مردم به ویژه شیعان هزاره که به طور سیستماتیک عمدتاً توسط داعش در مکاتب، مساجد، مراکز آموزشی و اماکن عمومی هدف قرار گرفتند انجام دادند. در عوض اقدامات آنان سبب خطرات جانی مردم افغانستان به ویژه افراد متعلق به جامعه قومی اقلیت مذهبی را بیشتر کرده است. شماری از موترهای متعلق به شهرداری طالبان در کابل سرقت شده است. شهرداری طالبان در کابل از وزارت داخله و ریاست استخبارات این گروه خواسته است که برای شناسایی و بازگرداندن این موترها اقدام کنند. یافته های روزنامه اطلاعات روز نشان می‌دهد که برخی از این موترها به ولایت‌ها منتقل شده است، اما مشخص نیست که چگونه این موترها از شهرداری سرقت شده است. این در حالی است که طالبان پیوسته می‌کوشند به شهروندان افغانستان القا کنند که بر اوضاع اشراف و نظارت کامل دارند. مکتوبی از شهرداری کابل نشان می‌دهد که 9 موتر سرقت شده این نهاد از ولایت بدخشان در شمال شرق کشور کشف شده است. در متن مکتوب شهرداری که عنوان وزارت داخله طالبان ارسال شده آمده است، با کمک آله‌های رادیویی سیستم GPS در وسایط شهرداری کابل، منصوبین محترم امنیتی و استخبارات به تعداد 9 اراده واسطه متعلق به این اداره را در 2 مرحله از مختلف ولایت بدخشان دریافت و ذریعه معزفین به مرکز انتقال یافت. در این مکتوب ذکر شده است که مدل‌های این موترها لند کروزر، هایلکس، کرولا و روان به رنگ‌های جیگری، سفید، نقره‌ای و طلایی بوده است. در زمینه این مکتوب از پلیس و استخبارات طالبان خواسته شده است که در زمینه پیدا کردن 4 موتر این نهاد با مدل های هایلکس، روان و لند کروزر پرادو با رنگ های سفید نیز همکاری کنند. این 2 مکتوب در ماه سرطان با امضای مولوی عبدالرشید سرپرست شهرداری کابل صادر شده است. هنوز روشن نیست که بیشتر از 10 موتر شهرداری کابل چگونه مفقود شده و عاملان این کار چه کسانی بودند. این موترها از کابل تا بدخشان در شمال شرق افغانستان از چندین ایست بازرسی طالبان عبور کرده و پلیت دولتی داشتند. کرندیکر کاردار سفارت امریکا در کابل به عنوان مسئول پیشبرد سیاست خارجی این کشور برای افغانستان معرفی شد. خانم دیکر روز پنجشنبه 12 میزان در نشست با سردبیران رسانه افغانستان اولویت های کاری خود را توضیح داد. خانم دیکر گفت که سیاست آمریکا در قبال افغانستان با رفتن تام وست نماینده ویژه تغییر نخواهد کرد. تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان پس از 3 سال این هفته از سمت خود کنار رفت. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که وست به کار خود در بخش تحریم های وزارت خارجه ادامه خواهد داد. خانم دیکر در نشست روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: از من خواسته شده که مسئولیت های نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان را بر عهده بگیرم. خانم دیکر در پاسخ با پرسش خبرنگاران درباره اولویت‌های کاریش توضیح داد: آینده ای افغانستان باید توسط خود افغان‌ها و از طریق روند دموکراتیک به دست آنان رقم زده شود. این دیپلمات آمریکایی افزود: این مسئولیت بزرگ من است که صدای افغان‌هایی باشم که از حق بیان محروم شده‌اند. او همچنین گفت که ایالات متحده با تعامل عملی و اصولی با اداره طالبان ادامه خواهد داد.
خانم دکر افزود که از زمان سقوط نظام جمهوری ایالات متحده 2.3 میلیارد دلار کمک های بشر دوستانه به افغانستان ارائه شده است. او همچنین اشاره کرد که به زودی نتایج کار دو گروه اقتصادی و مواد مخدر دو حیثی توسط سازمان ملل بررسی خواهد شد و جلسه بزرگ بعدی دوحه نیز برگزار خواهد شد. تشکر از توجهتون به اخبار این ساعت. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.